به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت تمامی عزیزانی که از هر طریقی دارن ما رو نگاه میکنن. من علی اوجی هستم و اینجا آوای جادوییه. در حال حاضر برای دوستان عزیزی که ما رو دنبال کردن، قطعا اطلاع دارن که ما الان یک چهارم نهایی آوای جادویی هستیم. صدای درجه یک، آقای رضا صادقی. برادر خیلی مخلصم. جناب آقای دکتر محمد اصفهانی. بله، صدای بی تکرار تاریخ موسیقی ایران. جناب آقای محمد معتمدی، صدای مخملین، صدای خاص رضا یزدانی. خب، امروز برای بینندگان وفادار ما که از فیلم نت ما را تماشا میکنن یک سورپرایز درجه یک داریم. 45 سال پیش یک نوزادی در تهران متولد شد که نمیدونستیم قراره اینجوری بیاد در ساز پیانو بترکونه، این همه خاطره بسازه. و از فکر میکنم سن 7 سالگی شروع کرد به نواختن پیانو و 30 سال هم هست که پیانو درس میده. خانم ها، آقایان، دعوت میکنم از جناب آقای سامان احتشامی. به به، سامان جون خوش اومدی، خوش اومدی. به 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 به، بلده کارشو، دلبریاشو بلده، کارشو بلده. خیلی ممنون. ارادت دارم. خیلی ممنونم سامان جون، خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون که دعوت آوای جادویی قبول کردی. من باعث افتخارمه که اومدم در برنامه آوای جادویی و انشالله که بازم از این دست برنامه ها به وجود بیاد که عزیزانی که زحمت میکشن در هنر موسیقی و هنرهای دیگر بیان و دیده بشن. ان شاء الله. سامان سالیان سال در آکادمی احتشامی مشغول تربیت شاگردان درجه یکیه در پیانو که به نظرم کارش هم خیلی خوب انجام داده. خیلی نوازنده‌های درجه یکی از آکادمی احتشام بیرون اومده. امروز هم قراره که یک اتفاق درجه یک داشته باشیم. یک بانوی هنرمند که اولا بهتون بگم نوازنده بسیار درجه یکیه، همه اتفاقای خوب فرهنگی رو دنبال میکنه. در منطقه خودشون در دماوند شاگرد اوله و برای هدفش هر روز از دماوند به تهران اومده و پیانو رو پیش سامان احتشامی. هر هفته اصلا نمیشد. چجوری هر روز هم به درس بخونم هر روز بیاد؟ هر هفته همونو میگم. بله، به نمایش بگذارم. دعوت میکنم از سرکار خانم پارمیدا توکلی. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. یه سلام علیکی اگه دوست داری با داورهای عزیزمون و مردم عزیز توی خونه و استودیو داشته باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه داوران عزیز و تماشاگران محترم. خیلی خوشحالم که اینجا. ما هم خوشحالیم. وقتتون رو نگیریم. اینجا دیگه قرار پارمیدای عزیز و سامان عزیز این صحنه رو با آتیش بکشن. من میرم یه تماسی با آتش نشانی بگیرم که دیگه خاموش کنیم این آتیش رو آخرش. موافقین شروع کنیم؟ خیلی متشکرم. این شما و این صحنه آوای جادویی. من پیش تو.
من هم جمعیم پیش رضا یزدانی. بله
به باری کلا پارمیدا، برای پارمیدا توکلی سامان احتشامی. بفرمایید. بله اینجوری نیست که. بفرمایید خواهش می‌کنم. آقای صادق چی شد؟ اصلا واویلا. اولا که برای استاد پارمیدای عزیزی دست ویژه بزنید آقای احتشامی. معمولا بدون تعارف اساتید، حالا یه واژه‌ای هم هست که میگن خب دیگه خیلی شاگرداشون که زیاد میشه سعی میکنن دیگه الان طبق معمول برن جلو، ولی من معمولی ترین اتفاق رو در بالاترین سطح ممکن از شاگردای آقای احتشامی تصور کردم که دیگه مگه میشه بالاتر از این دیگه باشه که اینو هم بگیم معمولی، و خدا رو شکر که تو این سرزمین امثال سامان احتشامی هست. خیلی ممنونم آقای دکتر رضای عزیزم، خیلی ممنونم، خیلی لذت بردیم همین در یک کلمه. مخلصی یاد مرتضاخان محجوبی و مرحوم جواد معروفی به خیر باشه و انشالله عمر شما باشه. خیلی ممنون محمد جان. منم تشکر میکنم از سامان عزیز که پارمیدای عزیز و هنرمند رو به مردم از طریق این مدیا معرفی کردن. پارمیدا جان خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردین. من یاد خاطرات قدیمم با سامان عزیز افتادم، همیشه بهش گفتم سامان بیشترین باغهای ایران رو تو داری، یه شب بیا با هم بریم باغ. به خاطر اینکه دلیلش اینه که اسامی آلبوم هایی که سامان منتشر میکنه همه یه باغ داره، مثلا کوچولوها در باغ. اسم آلبوم ها چیه؟ مثلا راز باغ که نام همسرم، بله، و یک باغ و یک باغ و کوچولوها در باغ، راز باغ، کوچولوها در باغ، بله. یه باغی دارد دیگه بالاخره. انشالله که باغ رویانده میشه، رویده نمیشه، مثل زندگی میمونه. بله. هر چقدر به این باغ برسی بیشتر بهت ثمره میده، هر چه قدم نرسی خب میخوشی. درود بر باغی که شما پرورش دادی. ما تو باغ نیستیم. میوهش نغمه ها هستند و میوهش این آثار هنری بسیار زیبا و پارمیده‌ها بیشتر. رضای عزیزم، سامان عشق دیگه، هم باحاله هم خیلی باشحال میکنم و دوست قدیمی منه و بله بابا 30 ساله با هم دیگه اجرا رفتیم چند تا. رضا واقعا پیره. بله خب بذار روش سالمه فقط. نما خوبه فقط. نما خوبه. ببین یه موی سفید ندارم سر. حالا ببین تونستی چشم بزنی خودتو. سامان من چند وقت پیش داشتم بهش میگفتم، داشتیم با تلفنی در مورد یه چیز صحبت میکردیم، گفتم در مورد چی؟ در مورد چی؟ آفرین. خواهش میکنم بگو. در مورد چی؟ اومده تو. چقدر اوضاع خرابه. در مورد یه باقی. نمیشه گفت. آره اون باقه رو باقه مخصوصیه. آره. بعد داشتم میگفتیم که کی بریم اون باقه. اون باقه. بعد گفتم الان چی گفت در مورد همین چی صحبت کرد؟ پیرم هست یادش میره کی بود؟ راجبه کی صحبت کرد؟ دندونات نیفته آمون نذاره من اینجا شوخی. حالا مثلا دفعه پیش گذار چی کار کردی؟ اومده تو تیم تو؟ چرا؟ داشت در مورد آموزشگاه صحبت میکرد، داشتم میگفتم که خب ما هممون سالها پیش تدریس میکردیم، ولی واقعا کار سختی و خسته کننده ای و دمت گرم که هنوز داری این کار رو انجام میدی. آره و بچه هایی مثل پارمیدا رو داری تربیت میکنی و تعلیم میدی و به جامعه موسیقی ما ارائه. ممنونم واقعا دمت گرم. حالا که همتون خیلی رفیقین با سامان، من یه کار اساسی دارم، ببخشید من میخوام با پارمیدا خدافظی کنم، این میکروفون شما رو بگیرم. پارمیدا جان اگه حرفی دارین بفرمایید خواهش میکنم. نه از همه داوران عزیز خیلی ممنونم. من یه خواهش میتونم بکنم فقط جسارتا با اجازه از استادش پارمیدا جان، من با اجازه استادت میخوام خواهش کنم ازت و تقاضا کنم این افتخار رو به من بدی کنسرت بعدی تهران در حد یه آهنگ من افتخار داشته باشم کنار سازه. لطفاً
لطفاً این افتخار رو به من بده که من کیف کنم از هنرت. قبول میکنی؟ پس افتخار میشه، افتخار بالاتر از این. پس آقا بریم آقا دست بعدی رو. خیلی ازت ممنونم. خیلی ممنون پارمیدای عزیز. خیلی ممنون که دعوت آوای جادویی رو قبول کردی و افتخار دادی به ما و وقت گذاشتی و اینقدر زیبا نواختی و بدون که کیف کردیم واقعا. خیلی متشکرم. من خداحافظی میکنم با شما. تشویقشون بفرمایید. خب. رفیقی ها. با آقای احتشامی رفیقی و باغ میخواستی باغ میرفتین چی میخوندین با همونجا؟ حالا تشریف بیارین پیش من؟ تشریف بیارین؟ تشریف بیارین پیش من خواهش میکنم. بفرمایین. بله اینجوری نیست. بله 8-9 سال پیش یا شاید بیشتر یا شاید یه خود کمتر تو تالار وحدت یه قطعه از تو رو اون موقع آلبوم ساعت 25 رو داده بودیم بیرون، آقای احتشامی با تو نواخت. من یادمه تمام حس تاریخ رو توی برق چشات داری اجرا کنی؟ بله 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 ما رو 8 سال پیش بودم باشه ما بلد این همه اونجا میشینی میزنی رو این عزیزم صداد کوک نبود بیا آقا ببینم چند مرد من یه چیز تو بگم یه چیز تو بگم بابا هم دیگر یه بار تو باغ ببینی من یه چیز تو بگم ما دیشب ساعت چند اینجا رفتی؟ دیشب حالا باز شروع کردیم بگو جون علی بگو آقا آقای یزدانی ساعت 4 رفته تازه سر فیلم برداری 4 صبح رفته سر فیلم برداری هزه هر شرط استفاده ما برای تبلیغ کار جدیده خدا وکیلی 8 صبح من 9 خوابیدم راست میگی الان 5 ساعت خوابیدم چجوری معتمدی امروز ما شمایی با این کهولت سنم واقعا من خودت چیکار کنم خیلی ممنون آقای یزدانی یادت تو بله یادم میاد سامان احتشامی طرفا یادم بنداز یادش بنداز دست نمیزنین براشون بله بفرمایید طرف سامان احتشامیه میگه یادته من یه صفحه ای دارم رضا یزدانی کورز کورد آهنگام توی اون صفحه است رضا بیارم چی داده ها من همین الان به رضا رأی میدم خیلی خوبه آقای معتمدی رأی سفید میخواد آقای اسفانی رأی سفید خیلی ممنون آقا ما رأیمون رو دادیم ها بخون بیا پایین سرمون رفت هنوز نخونده تموم حس تاریخ و توی برق چشات داری شبیه دخترک های روغلیونای خاجاری شکوه دوره مادی غمه تاراج تیموری چقدر نزدیک نزدیکی چقدر از دیگران دوری مثل تابیدن مهتاب رو تاق بستانی پر از نقش و نگاری تو شبیه فرش ایرانی
بذار آتش کده توی نگاهت، غرق آتیشم یه عالم یشم و مروارید تو لبخندت یکی میشن. مثل تابیدن مهتاب رو تاغ تاغ بستانی پر از نقش و نگاری، تو شبیه فرش ایرانی میشه. جام جم و حتی تو دستای تو پیدا کرد، در هر معبد و میشه با یک لبخند تو واکرد. مرمت کن منو از نو نذار، خالیشم از رویا نگاهم کن، اگه حتی تموم این سفر آفرین به جفتتون. آفرین به جفتتون. بارکلا. مرسی مرسی مرسی. کیف کردین؟ آره والا. یه کنسرت دو تایی. خیلی خوب، بیا ول کنین همو. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی خوب زد. بابا دمت گرم رضا جون، اجرای درجه یک. اولش صدام گرم نشد. مرسی. آقای یزدانی ببخشید میکروفونتون رو من آقای یزدانی میکروفون رو با خودت نبر داداش. آها خیر. دست سامان دیگه. خیر. مرسی. بابا چیکار کردین؟ باید ادامه بدیم اینو. آبرو دادی به رضا، خدا خیرت کنه. بریم سراغ صدای درجه یک. نمیتونه دعوت ما رو قبول نکنه. چون شما اینجایین، شما آبروی ما این. شما آبروی ما این. محمد معتمدی عزیزم. بفرم. باشه محمد. بفرمایید آقای معتمدی. والا انقدر با مهران مدیری گشته مهران مدیر. خب قبلا کاش میگفتیم ما یه چیزی هماهنگ میکردیم. دیگه برنامه ما خوبیش به همینه که نگیم. محمد جان همون جان بفرم سامان جان. با چی بزنیم؟ کیف جلو دوربین نیستم. بریم. به به خدا شاهده که ما تمرین نکردیم. اشکال نداره، دست بزنیم براشون، همچون سر جا میام.
سفر میاد، دلدارم از سفر میاد. که یار همین روزا از در میاد، همین روزا از در میاد. شراب جارو کن که خاطرش عزیز یار، دلم نمیخواد بشینه رو صورتش گرد و غبار. برسه باید براش چایی را رو براه کنم، میخوام که روی مارشا یه دل سیر نگاه کنم. چشم انتظارم ای خدا، دلتنگ یارم ای خدا، دلتنگ یارم ای خدا. کوچه‌لر سوسنب میشم، کوچه‌لر سوسنب میشم، یار گلنده تو ظلماسان، یار گلنده تو ظلماسان. مرسی آقای معتمدی، خیلی متشکرم. اینها وقتی یه نوازنده حرفه‌ای، وقتی یک خواننده حرفه‌ای اصلا تمرین هم نکرده باشن، اینجوری به دلتون میشینه. دوست داشتین؟ مرسی سامان. تا وقت هست از شهر فرش و شهر لوازم خانگی بازدید کنید. میتونید قیمتاشون رو مقایسه کنید و با شرایط نقد و اقساط خرید کنید. مطمئن باشین که پشیمون نمیشین. بریم ادامه برنامه. آقا تا اینجا اومدین، شما هم که آقا اینجا من برم زامن ما میشین. آقا من برم. نه خیر، میخوایم دعوت کنیم از آقای دکتر محمد اصفهانی. به 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 به، اینجوریه. به خدا این ظلمه ها. ظلمه به کی؟ به من. به ما که داره کلی خوش میگه. دست بزنین برای آقای دکتر. من باعث افتخار. آقای دکتر بفرم. باعث افتخار. باعث افتخار. علی خیلی ممنونم. من قربونت برم. آقا آقای من ممنونم از شما و آقای دکتر. من کوچکتر از این حرفم باعث اختیار داری. باعث افتخار. بفرمایید پشت پیانو. بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. من پیشنهاد بدم. پیشنهاد بده. موافق این که امشب در سرشوری دارم ها؟ موافقی؟ ساخته استاد همایون خرم و ترانه یا شعری از کریم فکور.
براشون دست بزنید خواهش میکنم. بفرمایید استاد. من میخواستم که سوال کنم از دوستانی که حاضر هستن، آیا شعر رو بلدین؟ این در مثل سرود ملیه، میخونین با همون؟ کی بلد نیست؟ از افتخار خوش صدای جمعیت یه دست بزنین لطفا. قربونشون. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در موج آسمانم باشد روزی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دور. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خانم در بر حور و ملک، در آسمان ها غوغا فکنم، سبو بریزم ساغر شکنم، امشب یک سر همه از این به افتخار خودتون. امشب یک سر ریتم از این عالم، امشب در سر شوری دارم، امشب نوری باز، امشب در باشد راز سر شوق و شورم از این عالم گویی. مرسی. بحبه بحبه.
به 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 من معذرت میخوام. این بفهمید آقای دکتر، مانیتور مرتب از گوش من هی در میومد و در جنگ با ایر مانیتور و میکروفون اگه اشکالی داشت دیگه عذر میخوام از خیلی عالی شما. خیلی به افتخار داروش که من تو انگشتم از اینا ندارم. به افتخار سامان جان احتشامی واقعا و دکتر محمد اصفهانی. چه شبی شد امشب. و به افتخار مرحوم استاد کریم فکورم دست بزنید. بله بله، اسمشون اومد یه بار دیگه، یادی از کریم فکور بزرگ و استاد همایون خرم. استاد خرم یه خاطره نقل می‌کردن، گفتن که مرحوم کریم فکور از دوستان خیلی نزدیک من بودن، مرتب به خونه من میومدن و ولی ما با هم کاری انجام نداده بودیم و بالاخره یه بار گفتن که همایون جان یه کاری با هم انجام بدیم. گفتم باشه، شما شعرشو بیارید، من مخلصم در خدمت شما هستم. تا بالاخره یه شب آقای کریم فکور این امشب در سر شوری دارم و میارن و این ماها پیش آقای خرم میمونه. ایشون هم مثل اینکه خیلی گرفتار بودن، متصدی توربینای برق سد تهران بودن و خب کارهای گلها و اینا رو هم که داشتن، گفتن دیگه گذاشتن توی کمد کشوم، یادم رفت کمد کشوم رفت اون تو گم شد. یه شب کریم فکور اومد گفت همایون واقعا از دستت ناراحتم، من این شعر رو آوردم تو بی‌محلی کردی و این کار انجام ندادی. گفتم قول میدم که امشب حتما این کار رو انجام بدم. گفتن اصلا هیچ حسی هم نداشتم، رو دربایستی و اینا دیگه مونده بودم. میخواستن بگن که اگر یک کاری قرار باشه جاودان بشه، جاودان خواهد شد و میگفتن از بالا در حقیقت یک فری هست که متوجه اون آهنگساز میشه. میگفتن وقتی که با این سردی و بیحالی رفتم سمت کشو، خدا رحمتشون کنه، هنوز لحنشون زنگشون توی گوش من است، و این شعر آوردم بیرون، ویولونم رو کوک کردم، نشستم بزدن، دیدم داره میباره از بالا و همینطوری تا آخر نوشتم و هر چقدر اومدن توش تجدید نظر بکنم دیگه بهتر از این که هست نشد. من برای اینکه صحبت‌های استاد عزیز رو آقای اصفهانی رو تکمیل بکنم، گویا اونجا ورق نوت نبوده، کاغذ نبوده، چون آقای خرم خدا رحمتش کنه مهندس برق بودن و در سد کرج کار میکردن، اونجا روی ورقه بله در ورقه روی ورقه های گالوانیزه پنج خط حامل میکشن و این نوتا رو میبرن و روی آهن و ورقه های آهن که من سوادش ندارم چیه اینا رو میبرن رادیو و به اون موقع مرحوم پیرنیا یا هر عزیزی که اونجا مسئول رادیو بوده میگه بگید اینم آهنگ من و بالاخره این اجرا میشه و شاهکاری به وجود میاد که ما با صدای آقای محمد اصفهانی. بسیار عالی، کیف کردیم، تشویق بفرمایید. خیلی ممنون، به افتخار خودتون، به افتخار خودتون. خواهش میکنم. من بگم که نشت بل بفرم. گام این آهنگ هم گام وصال هست. گام وصال از لحاظ حالا تئوریکی و حالا یه چیزی که من بگم شاید عوام ندانند، عکس گام ماژور هست و در آن زمان داشتن سواد این چنینی بلا حرف بوده. همین که البته آقای خرم تو در سد کرج کار میکردن و مسئول توربین ها یا سد بودن، از یه بر که خب ایشون به هر حال مهندس بودن یه بخش، از یه ور که اصلا اگر آقای خرم فکر کنم در هر جای جهان اگر بود اصلا اجازه نمیدادن کاری غیر از موزیک بکنه، یعنی واقعا نباید به نظر من آقای خرم باید لای پرقو نگه میداشتن و اگر 500 تا آهنگ ساختن 499 تاشو ما زمزمه میکنیم. بله خدا رحمتش. خیلی ممنون. حالا من میگم که تا اینجا که رفتیم، بله من یه چیز دیگه میگم، رضا 300 تا آهنگ ساخته، سه تاش هم زمزمه نمیده. عزیزم نه خیلی آهنگ قشنگی داره، قربونت برم. من اینقدر ما تو رو اذیت میکنیم، اینقدر تو نجیبی، قربونت برم. حالا نمیخواد تو هم هم رفیقی داریم با هم صحبت. من میگم که واقعا حالا خیلی متشکرم، قربونت برم. اولا که من بی تعارف کنار عزیزانم جناب دکتر اصفهانی، جناب معتمدی، آقای یزدانی عزیز، خوندن اصلا یه جرأت میخواد
به هزار دلیل واقعا دارم میگم، به خاطر احساس و مدل اجرا. اینم بگم دوستان، ما من خودم رو میگم، یک دوستی 15-16 ساله دارم با رضای یزدانی و تمام دوستای اهل هنرم باهاشون صحبت میکنم، راحتم. ولی یکی از میشه گفت یکی دو نفرن که رضا یکی از اوناست که تمام خودمم باهاش و اینقدر به قلبم نزدیکه که ازش متنفرم در این حال. ولی واقعا میگم، واقعا افتخار میکنم به داشتن یک دوست شریف و با جنبه مثل رضا یزدانی. به افتخارش حتما واقعا بیشتر است رضا. اله قول میکنم عزیز، اینو گفتم بعدا اینجا آمارت کنم رضا جونم، چون من دیگه خودم این کارا رو دارم میکنم دیگه، ارمانتورت هم خودم میدم. خیلی لطف میکنی، قول میکنم فدای محبتت. چه شبی نشد جان جان؟ نه همچنی من عذرخواهی میکنم قربونتون. رضا جان صادقی، جان دل، به خاطر اینکه مشکی رنگ عشقه، من با پیانو سیاه میزنم. ببین چه بلده کارشو، ببین چه بلاست. اصلا اگر کسی اینجا منو درک کرد، سامان احتشامی بود. درود بر تو، به افتخار سامان واقعا. افتخار سامان. سامان جون، تا میکروفون عوض میکنن من یه چیزی بگم، چون اون میکروفون نداره، بعد میکروفون اینو بیارن اون. بگم که واقعا واقعا دوستان عزیز من، اساتید محترم رضا جون یزدانی، محمد معتمدی، استاد اصفهانی، رضا صادقی، واقعا نمیدونستن که قراره امروز روی این صحنه اجرا کنم. ممنونم که قبول زحمت کردید. دست تک تکتون رو میبوسم، قربون همگی برم عزیزم. واقعا عزیزم. خیلی ممنونم ازتون. بفرم. من اینم بگم آقای اوجی و دوستان عزیز من، توی یک برنامه بودیم که برنامه دوست خوبمون آقای صالحی، مجد صالحی بود و همینجوری واقعا دلی آقای احتشامی منت سر من گذاشت و اون پنجای هنرمندش رو پیشنهادی دادیم به هم که این کار رو بخونیم. من میخوام این کار قدیمی جذابی رو بخونم و فقط نمیدونم دقیقا آهنگسازش کی بوده و بقیه ماجراشو که حتما سامان خواهد گفت. فقط امیدوارم عزیزانی که میشنون، بزرگان من، بر من خورده نگیرن. من فقط میخوام تجدید خاطره کنم، نه کمتر نه بیشتر، با این صدای کمترین و پوز بدم به نوازندگی آقای احتشامی و بزرگانم. قربون شما. عالی. میخواد به بار دل، نمیدونی چه حالی دار. میخواد به بار قصه، به جز گریه دوا نداره، خدا نداره. من میل به گریه دار، میخواد به بار دل، نمیدونی چه حالی دار. میخواد به بار قصه، به جز گریه دوا نداره، خدا نداره.
دنیا همه مال منه، روزی هزار بار دل من میشکنه، دل دیگه اون طاقت رو ندار، خدا ندار، پشت سر هم داره بد میار، خدا میار، قصه به جز گریه دوا ندار، خدا نداره. زندگی آی زندگی، خستم خستم، گوشه زندون غم دست و پا بستم. زندگی آی زندگی، خستم خستم، گوشه زندون غم دست و پا بستم. هرچی تو دنیا همه مال منه، روزی هزار بار دل من میشکنه، دل دیگه اون طاقت رو ندار، خدا ندار، پشت سر هم داره بد میار، خدا میار، قصه به جز گریه دوا نداره. مرسی 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 مرسی، خیلی کیف کرد عزیزم، خیلی کیف کرد، خیلی کیف کرد، مرسی واقعا، اساسی دوبن قصد فرمتون باید کیف کردی؟ خیلی ممنون، خیلی ممنون. این کیفو کردیم، ولی به شرط که تا آخر شب سر حال اینجا کنار ما باشین و از انرژیتون نیافته. قبوله؟ قبوله. علی جان. آیه. علی جان. تا سامانم نرفته آقای معتمدی یه چیزی می‌خواستم بگم. جونم، آجا محمد جان. من فکر می‌کنم الان یه سرچ کردم همون بعد هواپیما جسارت. بعد هواپیما. خود مثبت تر کارن کرو باشین، خیلی ممنون میشم. Ready for landing. استاد تهرانی. Landing position. استاد تهرانی. یه خود مثبت ترم. من یه خود ملایم تر بودم، زهلش میره اینجا. خیلی ممنونم. ما هم باید داریم اجرا میکنیم به حضرت عباس. بفرمایید. من فکر میکنم آهنگ مال استاد جهانبخش پازوکیه. فکر میکنم آره، چون الان یه سرچی کردم اسم ایشون رو پیدا کردم، ولی خب این سرچ ها خیلی معتبر نیست. من جسارت کنم فقط اینو بگم، اولا آی احتشامی واقعا برای من لذت بخش و باعث افتخار بود که کنار پنجای هنرمند شما بخونم. باز هم تاکید میکنم اگر که قطعا پر از اشکال بود، فقط به حکم تجدید خاطره حتماً بود، حتما منم اشتباه زدم رضای عزیزم، و من اینو تقدیمش میکنم به علی انصاریانم که هر جا هست روحش با ما باشه، روحش شاد. عزیز مرسی مرسی، متشکرم. از رضا صادقی، از آقای دکتر محمد اصفهانی، از محمد معتمدی، از رضا یزدانی عزیزم سپاسگزارم، از علی اوجی عزیزم، از تمام دستاندرکاران برنامه و از تمام عزیزانی که در این برنامه شرکت کردن، که انشالله هر جا هستن موفق و معید باشن، سپاسگزاری میکنم. دم همتون از شما سپاسگزاریم آقای سامان خان، خیلی محبت شما رو من کشیدم، محبت کردیم. ببین بچه رو، عشق بچه رو در آوردیم. رضا خدا رحمت کنه همه عزیزان رو، خصوصا علی که اسمش اومد و رفیق عزیزمون بود، و مرسی از تو که واقعا قبول زحمت کردی و افتخار دادی به ما و به برنامه آوای جادویی. سامان احتشامی عزیزم رو یه تشویق مرسی سامان.
میام دنبالت. متشکرم ساما. خدا بگم چی کارت کنه رضا. تا گریه داره واقعا، دلمونم پر بود. یا اسم علی اومد حالمون بد شد دیگه، ببخشید. روح شاد واقعا.